علیرضا نوری‌زاده پنج شنبه هشتم ماه نه نهم بله پنج شنبه نهم ماه ژوئن 19 خرداد به شما سلام میکنم. عجب نمایش خنده‌داری بود، عجب نمایشی بود، عجب نمایشی. این من هیدر 207 مصلحی به اضافه من قاسم 309 سلیمانی به اضافه من حسین 407 طائب برای شما تدارک دیده بودم. داستان خیلی جالب بود. آقای محمد رضا متی، سرداری که چند هفته‌ای در برنامه من اسباب سرگرمی شما شد، دلم سوخت برای متی. آن متی که دیدم آن متی نبود که می شناختم دیده بودم. شکسته و خورد چگونه قانعش کرده بودن؟ انسان ها وانربل می شن، یعنی شکننده. یه همسرش در ایران بود، دخترش بود. کافیست به یه پدر بگن دستشونو به سوی دختر بلند کنن، پدر کلافه میشه. پدر اونم از راه دور بشنوه که دخترش مورد ظلم قرار گرفته، مورد تعرض قرار گرفته، وقت پدر حاضر هر کاری بکنه. پدر و دخترشونو خیلی دوست دارن، پسرشون هم دوست دارن، ولی دختر فرق میکنه. متی گریهشو دیدم، مناجاتشو دیدم، اون لحظه‌ای که درد تمام وجودشو گرفته بود و با آمپول کورتون دوتا به بازوش میزد و 80-90 تا قرص و میریخ بالا، دیده بودمش. متی درداشو شناخته بودم، باهاش حرف زده بودم، درد دل کرده بودم. اون وقتی که همدیگر رو دیدیم دردهای بسیار داشت، اما همیشه هم یه کیسه میگفت داره که توش سنگ قیمتیه. البته بنده هیچ وقت این کیسه رو ندیدم، همیشه هم سعی کردم زمینه باشه برای کمک به او. به هر حال با زن و بچهش زندگی میکرد، درآمدی نداشت. یه وقت به من گفت دلش تنگ شده برای ناودون طلا، آرزوش اینه که بره سفری بکنه و به مکه بره. کمکش کردم که بره. بعد میاد داستان تعریف بگاره، سفیر آمریکا منو دید، خانم کلینتون دید، سعود الفیصل دید. اینا همه افسانه است، همه دروغه، یا بهش گفتن بگو، یا مجبور شده بگه، یا افسانه بافته که خودشو بزرگ کنه. من تقریبا از هفته چهارم پنجمی که باش صحبت میکردم متوجه شدم لنگی در کارش هست. یکی اینکه راجب آقای خامنه‌ای حرف نمیزد، دوم اینکه علیه جنبش سبز بلند شد، علیه آقای موسوی و آقای کروبی که من قطع کردم. یه دفعه یادتونه برنامه قطع شد، برای که بهش گفتم اصلا چنین نیست. این دو انسان هرچی هم در گذشته بودن آزاد مردن، ایستادن و مردم ایران اومدن پشتشون ایستادن و کارتو درست است. امیر فرشاد ابراهیمی که اولین بار با آقای متی آشنا شده بود به من هشدار داد. انصاف اینجا بگم، چندین نوبت به من هشدار داد، حالا غیر از مطالبی که خودش می نوشت. اما من همیشه اینجوری آقای متی رو می دیدم که حتی اگر پروژه باشه من که باهاش زندگی نمی‌کنم. دوستانی به من آقا میزنه میکشته، من باهاش شب زیر یک سقف نشستم و نترسیدم. اشکش رو که دیدم اشک دروغ نبود. چه شرایطی داشت که وادار شد نمیدونم. در آغاز آدم صادقی بود، حداقل تا اونجایی که من میشناختمش آدم معتقدی بود. وقتی به هر حال نام فاطمه زهرا می اومد یا مسائلی از این قبیل متأثر می شود، گلایه می کرد از بعضی از تلویزیون های اپوزیسیون که تعرض می کنن به اعتقادات مردم. واقعا نمی خوام راجبش بد بگم و درست نمی دونم این رو، برای اینکه نمی دونم متی در چه شرایطیه، اما این رو می خوام بگم. گاه میشد مطلب خود منو میورد به خودم تحلیل میداد و من اونجا متوجه میشدم که متی چیزی برای گفتن نداره.
و عملا اون نامه هایی هم که در می آورد یا نامه های ماموریت های قبلی بود یا درست کرده بود. چندین نوبت مچش رو گرفتم. مدرکی برای من فرستاد. غلط بودنش رو دیدم. ایشون با حجت الاسلام علی ارومیان، حالا آیت الله، با او کار میکرد در مجلس خبرگان. چندین نوبت گرفته بودن، زندانی شده بود، یه پرونده یه نرس براش درست کرده بودن که تعرض به اون نرس میخواسته بکنه، ولی من به اینا کاری نداشتم. با ارومیان خیلی نزدیک بود، از او هم تعریف میکرد، دفاع میکرد و میگفت برادرش هم رئیس حفاظت اطلاعات خبرگان. ولی مدارک توش ضعفای عجیب غریب بود. تاریخ زده بود بالا با تاریخ پایین درست نبود. بعد برمیگشت میگه آقا این اون اصل سند که نیست، محتواشو به دوستان ما دادن، دوستان ما اینو برای من فرستادن. به زبان دیگر میگفت دوستان من اینو جعل کردن. و من هرگز به این مطالب اعتماد نکردم. هیچگاه مستند حرفای من آقای مطیعی نبود. و بعدم که خدافظی کردیم و یک سوء تفاهمی پیش اومده بود، یه حرفایی زده بود، بهش تلفن کردم، اتفاقا تو گاراژ ایستاده بودم، زنگ زدم گفتم آقای مطیعی شما این حرفا رو زدید؟ گفت نه من نزدم، فلان شخص زده. صدای اون شخص رو برای من پخش کرد. خیلی سنگین بود چون اون شخص جایگاه اعتباری نزد من داشته و هنوز داره، ولی پخش کرد. بعد دیدم اینا کارشون اینه که صدا ضبط میکنن و برای مشخص شد که آقای مطیعی صدا ضبط میکنه، چون شاید ساعتها صدا داشت، زنگ میزد به این و اون، حرفایی میزد اونا. دیدم این داره یه برنامه میریزه. اونجا هنوز پروژه نبود، یعنی این باور منه. از زمانی پروژه شد که حالا براتون میگم، چند ماهی ازش بیخبر بود. یه بار بهش زنگ زدم، گفت نیم ساعت دیگه زنگ بزنیم با هم صحبت کنیم، راجبه یه موضوع میخواستم روی آنتن ازش سوال کنه، جواب نداد. نیم ساعت بعد زنگ زدم، اون آقایی که میگفت نماینده جمع یارانه، آن جمع یارانم میگم براتون، نماینده جمع یارانه، اون جواب داد، گفت همین الان رفته بیمارستان. گفتم آقا تا نیم ساعت پیش با من حرف زد. گفت نه حالش بد شد بیمارستان. آقای مطیعی از اول میگفت ما یه مجموعه در ایران هستیم به نام جمع یاران. هر جا هم میرفت صحبت میکرد با اپوزیسیون، با این با اون، جمع یاران رو مطرح میکرد که ما یه گروهیم، تنها نیستیم، ما یه گروهیم. و با شهرام همایون عزیزم که صحبت کرد همین رو باز مطرح کرد که ما یه گروهیم و این جمع یاران در همه جا هستن، پاسدارای معروفن، بزرگن، اینجوریان. و این گفته ها در واقع مجالی شده بود برای اینکه بعضی ها به او توجه کن. دو مورد رو من براتون بگم. تلاش های ایشون برای ارتباط با امریکا به جایی نرسید. امریکایی ها نه تنها ایشون رو رد کردن، بلکه حتی حاضر به دادن ویزا به او نشد. چندین نوبت تلویزیون های لس آنجلس از او دعوت کردند که بره اونجا. حتی من ترتیبی داده بودم صدای امریکا باش صحبت بکنه و میگو من میخوام برم امریکا، سفارت امریکا بهش ویزا نداد. دو، بریتانیا بهش ویزا نداد. ایشون یه ویزای آلمان گرفت که ظاهراً آقای امیر فرشاد براش درست کرده بود و یه اتریش. بنابراین ویزا، یعنی آمریکا اصلا نرفته. تمام این حرفایی که راجع به جوزف بایدن و غیره میزنه دروغ محض. یعنی کارمند درجه 4 سفارت آمریکا هم با ایشون گفتگو نکرد. اینو میگم که من هی در 208 مصلحی فکر نکنه فتح الفتوح کرده. با هواپیمای اختصاصی منو بردن آمریکا، با بایدن ملاقات کردم، دروغه. با خانم کلینتون دروغه. اصلا شرم‌آور این دروغ. خب من بیخبر شدم از آقای مطیعی، علاقه هم دیگر با گفتگو با ایشون نداشتم، اما در حد خیلی عادی دوستانه. ایشون هم دیگه به من کاری نداشت. تا اینکه خانم فرنگیس حبیبی مدیر سابق رادیو فرانسه منو دعوت کرد برای سخنرانی بعد از جریانات تونس برم به پاریس. اوائلش بود. در پاریس که رفتم، آقای امیر حسین جهانشاهی که گروه موج سبز، اینم قبلا بگم، قبلش ما به دعوت آقای برنارد لویی رفتیم به فرانسه و
و سخنرانی در تالار فرهنگ ها بود کردیم. من بودم، آقای حسن شرفی معاون دبیر کل حزب دموکرات کردستان، عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله بود، آقای دکتر مهداد خونساری بود که جزو مسئولان موج سبزن، محسن مخملباف بود که اونجا یه اعتراضی هم کرد برای اینکه گفت ما به دعوت کی اومدیم، که آقای لوی گفت به دعوت من. حضورتون عرض کنم دیگه در اونجا آقای دکتر حسین بور بود از دوستان بلوچ ما و بودن افرادی از جاهای مختلف و آقای امیرحسین جانشایی که همه اومدن صحبتهایی کردن. اصلا آقای متی در کار نبود، اصلا آقای متی وجود نداشت در اونجا، آقای متی در تایلند روی کیسه های سنگ های قیمتیش نشسته بود که هیچ وقت هیچکی ندید. یه بار بهش گفتم دوست عزیز، شما که اینقدر سنگ قیمتی داری خب یکیشو بفروش زندگی بکن، چرا خودتو گرفتار میکنی که دست دراز بشی جلوی اینو؟ میگفت نه اینا رو میخوان به ثمن بخس بخرن، من گذاشتم این مال بچه هامه. حالا یه حال ما میشنیدیم که ایشون میگه چندین میلیون سنگ داره، حالا این سنگا رو هیچکی ندیده بود. یه دوست ما هم که یکی دوتاشو دیده بود میخندید، میگه واره از همین سنگای قلابیه که تو تایلند کیلو کیلو میفروشه. بنابراین این کنفرانسی که تلویزیون جمهوری اسلامی نشون داد، ماها رو نشون داد کنار هم، هیچ ربطی با آقای مهدی نداشت. آقای برناردویی که الان در لیبی یکی از کسانی است که کمک به انقلابیون لیبی میکنه و در سوریه همینطور، در اونجا میزبان ما بود، اومد خودش هم سخنرانی کرد، فیلسوف فرانسوی که دست راستی هم است، با آقای رئیس جمهوری فرانسه سرکوزی هم خیلی ارتباط نزدیک داره. خب ما در این کنفرانس شرکت کردیم. من دیگه ایشون ندیدم تا به دعوت خانم حبیبی رفتم به پاریس. همون روز که رسیدم با محمد رضا شاهید همکار و دوست عزیزم همدیگر رو دیدیم در محل کنفرانس آقای جهانشاهی. صبح کنفرانس رو منم رفتم، دکتر خونساری هم به من خبر داد رفتم. وارد اونجا که شدم تا ما رسیدیم تقریبا دیر شده بود، شاهید رو دیدم ایستاده داره با آقای متی گفتگو میکنه. متی تا منو دید سلام علیک خیلی گرم و صمیمانه، پرسیدم جریان چیه؟ شاهید گفت امروز آقای جهانشاهی ایشون رو معرفی کرد به عنوان یکی از بلند پایگان سپاه که به موج سبز پیوسته. آقای متی هم نگذاشت و نبرداشت بعد از صحبتهایی که کرد، که حالا با آقای خامنه ای هم حسابی میزد دیگه، مثل که اون خط قرمز رفته بود، که این میتونه آغاز وصل شدن مجدد ایشون به دستگاه باشه. اومد گفتش که بله من چهار تا مامور امنیتی، سه چهار تا از این گردن کلفتا ایشونو در میان گرفتن و رفتن. پرسیدم از دکتر خونساری آقا چی شد؟ گفت خب این دیگه الان به خاطر کاری که میخواد بکنه در خطر شدیده. خب اون وقت در تایلند هم میگفت در خطره، میگفت میخواد منو بکشه. تابناک چیز بامزه نوشته بود، مستندی تحت عنوان الماس فریب که حالا دیدی. نفوذ محمد رضا متی از نیروهای مرتبط با دستگاه امنیتی در اپوزیسیون خارجی، یعنی ایشون مأمور نفوذی بود، چهار سال سه سال اون گوشه تایلند افتاده بود، در پی تصویب طرح تشکیل دولت در تبعید از سوی بنیاد آمریکایی دموکراسی، خلاصه این قرار بود این کارو بکنه، وی که پیش از اشتغال به تجارت در خارج کشور با دستگاه امنیتی و نهادهای انقلابی همکاری داشت، با نفوذ در اپوزیسیون تشکیل گروه موسوم به جنبش جمع یاران با جریان ضد انقلاب تماس داشت، با برخی از مقامات آمریکایی، سرویس‌های جاسوسی انگلیس، فرانسه دیدارهای متعدد داشت و آنها از وی خواسته بودند با ایجاد ارتباط گسترده با سران فتنه همراهی کنند. بعد نمیدونم در تبعید در پادگانی در تل آویو مستقر شد. اینا همه جوکه، یعنی آنقدر اینا خنده داره. به ایرج ادیب‌زاده رادیو زمانه گفتم جوکترین جوک سال رو در رادیو تلویزیون سید علی آقای پای خیابانی دیدم. خب تصویر ما رو زیاد نشون داد، زیارت قبول، اشکال نداره، دوستان من خوشحال شدن، دشمنانم ناراحت شدن، بالاخره ما رو میبینن در مجامع بین المللی ناراحت میشن، ولی دوستانم خوشحال شدن،
آقای مدیحی از اون جلسه که من دیدم که در پایان به سالا کنفرانس مطبوعاتی بودی که عکسم نشون داد در کنار آقای امیر جهانشاهی، دیگه غیبش زد، دیگه خبری نبود. من پرسیدم هم یه بار از دکتر خونسالی، به من گفت که به هر حال اون شرایط و موقعیتی داره که نباید ظاهر باشه. خب قابل قبول بود، رفته در یک سازمان اپوزیسیون و گفته که با جنبش جمع یارانش که حالا سه نفر بودن، در واقع دو نفر بودن، اومده و میخواد رژیم رو براندازه. جالبم از تو برنامه من یادتونه آخرین باری که اومد گفت 6 ماه دیگه من رژیم رو میندازم. اینم بامزه بود که بعد جمال به من گفت آقا این طرف تفلک کورتونا اثر بدی داشته، حرفای بامزهی میزن. گفتم آره، منم دیگه دیدم اصلا حرفی نداره برای گفتن. من باورتون نمیشه، به اندازه شاید 200 از این سند دارم، 199 تاش قلابیه، یعنی همه خودش درست کرده که حتی من چاپش نکردم، یعنی اینقدر قلابیه. یک مطالب جفنگی مثلا سند نوشته بنا به دستور مقام معظم رهبری شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که مثلا پسر فلان پادشاه یا رئیس جمهور در منطقه کشته شود. برای انجام این مأموریت 1,000,000 دلار اختصاص داده شده که در اختیار شما آقای جیمدال قرار میگیرد. از این سندایی که خروار خروارش رو یه دوستی داریم در دبی یه وقت میساخت و یه مدت هم تونست سر بعضی از این کشورها رو گول بزنه، بعد فهمیدن یقش رو گرفتن از دبی انداختنش بیرون. حالا از این چیزا فراوونه. بالاخره منم عمری این کارو کردم، روزنامه نگار بودم، فرق سند قلابی با درست رو میشناسم. شما از من ندیدید یک سند آقای مدحی رو من در اینجا مطرح کنم یا به چاپ برسونم. هیچ. با این همه باز میگویم من آدم معتقد به خدا هستم، آدمی نیستم که غیر منصفانه بخوام حرف بزنم. من بر این باورم که این مدحی رو که من دیدم اون مدحی معتمد به نفس نبود، اون متی که در عین درد و فریاد درد کشیدن خودش رو از تنگ و تا نمی‌انداخت، قرص بود، محکم بود. اما به هر حال داستان رو نمی‌دونیم چیه. پس پرده وعده‌ای دادن، پولی دادن، قرضاشو دادن، چون خیلی بدهکار بود در ایران، دنبالش بودن و خانواده‌شو تهدید کردن، دخترشو به خصوص که خیلی رو مادر و دخترش حساس بود. یه پسری هم داشت، پسر کوچک، امیرحسین فکر میکنم، خیلی بچه خوبی بود. من چند بار که تلفن زدم او گوشی رو برداشت و با هم صحبت کردیم. خیلی برای من جالب بود که میدیدمش، یه لحظه دلم میخواست قشنگ چشمشو واکاوی کنم، نگاه کنم. شاید پوزخندی توش بود، شاید خودش میدونست که داره چقدر جوک میگه و من این جوک ها رو دیدم و حس کردم. عجیبه ها. آقای مدحی بعد از اون جلسه ای که در پاریس پرس کنفرانس داشت که اینا رو برشتن کمباین کردن، تو هم کردن، جلسه پروفسور لوی رو اومد، برنارد لوی رو اومدن قاطی کردن با جلسه ای که ایشون در کنار آقای جهانشاهی داشت و رژیم فکر کرد که با این داستان جوک با مزه، تراژیک و جوک، به ایرج علیزاده گفتم در رادیو زمانه، گفتم هم جوک بود هم تراژیک. اولا فلاکت رژیم به جایی رسیده با این جعلیات. آقای مدحی با هیلری کلینتون ملاقات کرد، مثل اینکه هیلری کلینتون فاطمه خانم رخشور سر کوچه است که آقای مدحی، مثلا آقای مدحی محلی از اعراب نداره، همزم نیست در حروف، اطلاعات سوخته یک شاهی نمیارزه که برای کسی ارزش نداره. آمریکایی‌ها از اتاق خواب آقای خامنه‌ای خبر دارن و با آقای مدحی احتیاج دارن. اسرائیلی‌ها تمام جزئیات اینا رو میدونن. یه علیرضا عسکری رو بردن سوت و پوت اتمی اینا رو ریختن بیرون. چیزی ندارن. جعلیات قبلی رو هم دیدی. آقای دانشمند اتمی رو آمریکایی در عربستان رو بودن. نخیر. پاشون رفت کنسولگری، خودش تقاضا کرد، آمریکایی‌ها بردنش. روزی هم که ون نوون کرد گفتم بفرمایید بریم.
بفهم پولتون هم اینجا تو حساب میمونه، هر موقع اومدی امریکا ازش استفاده کنی. تمام، چلوندنش گرفتن، خودش ترسید و فکر الان بره ایران. کجا شد؟ کجا رفت؟ آقای مدحی هم من فقط به خاطر اون، به هر حال به خاطر اون چایی که با هم خوردیم، به خاطر اون لقمه نونی که با هم خوردیم و داستان نفوذ کردن نظام در اپوزیسیون خنده دار. اول آقای مدحی رو کسی قبول نداشت، یعنی میگفتن مأموره. بارها من خدا شاهده اومدم بحث کردم، آقا این بوده یه وقتی مأمور، ولی الان که مأمور نیست. الان که حالا رژیم میگه نخیر این نفوذی ما بوده، از اول فرستادیمش که بره تو اپوزیسیون. مگه شما از کارهای اپوزیسیون خبر نداری؟ کارهای اپوزیسیون که کارهای مخفی کاری اسرائیل، آمریکا یه پنی تا به اپوزیسیون نداد. اون اول برای رادیوها میدادن، دو تا رادیو دیگه هم ندادن. به کسی پول نمیده آمریکا. کشورها قانون دارن، اگه بخواد یه تومن بده باید حساب پس بده، باید کنگره بدونه، باید نمیدونم وزارت خارجه بدونه. از این کارا نمیکنن. در ایران کنترا سودی که از فروش اسلحه به ایران بود میرفت خرج کنترا میشد، ربطی نداره به کسی بدن. که بله گوادلوپ دوپو، این دیگه اوج جوکه بود. گوادلوپ اول هنوز اسرارش معلوم نشده که چی بود. گوادلوپ دومی وجود نداره. این اسما رو دوست دارم باش بازی کنه. گوادلوپ آرمگادون و این مزخرفاتی که اون یارو از قدیم و اون یکی حسن عباسی بیمار اینا میان در حرفاشون میزنن. آقای مطیع هم یه بوش از این حرفا میزن و علارغم همه اینا واقعا آرزو میکنم آزارش ندم، چون سینه سوخته داره. شیمیایی 70%ه، واقعا 80-90 قرص میخوره، دوتا کورتون میزنه. آرزو میکنم این سنگهای گرانبهایی هم که داشته و اون سنگاش هم یه جایی بتونه قایم کرده باشه، حالا تو تایلند یا تو ایران نمیدونه. ولی بیچاره تلاش رژیم برای اینکه جنبش سبز رو بچسبونه به خودش، اولا گیرم همه ی حرفای جمهوری سید علی آقای پایین خیابانی درست، گیرم من حیدر مصلحی 308، من قاسم سلیمانی 409، من حسین طائب 7501، همه حرفامون درست. سو وات، چه ربطی به جنبش سبز؟ جنبش سبز برخواسته از دل شماست، رودخانه ایست که سر بازگشت نداره، می رود تا قصر سید علی پایین خیابانی و نوکر و ایل و تبار حکومتشو برکند و می کند این کارو. دندانه ی هر قصری پندی دهتد نونو، پند سر دندانه بشنو زبون دندان. ما بارگه دادیم کین رفت ستم بر ما، بر قصد ستم کاران تا خود چه رسد خزنا. این قصر ظلم نابود خواهد شد.